دوستان سلام، بیا میگه استرونومی خوش اومدید. من مهیار هستم، خوشبختم در خدمتتون هستم. میخوایم با همدیگه یکی از دشوارترین ولی لذیذترین سس‌های مادر در مکتب آشپزی کلاسیک فرانسوی رو ما هم درست بکنیم. من قبلا سس بشامل رو به روشی که در اساتید مدرسه عالی آشپزی کوردون بلو آموزش میدن حدود سال گذشته خدمتتون تقدیم کردم. لینک به اون ویدیو رو میگذارم براتون در دیسکریپشن و منابع خوب دیگری هم در دیسکریپشن هست، حتما اینا رو ملاحظه بفرمایید. سس بشامل یکی از این 5 تا سس هست که کاربردهای زیادی داره. خودش پایه ایجاد یک سری سس های دیگری هست که تدریجا اینا رو پوشش خواهیم داد. سس اسپانیول هم یکی از اون 5 تا هست، یعنی با این الان ما 2 تا از سس های مادر رو پوشش دو تا از 5 تا سس های مادر رو پوشش دادیم. سس هایی که بهشون میگن مادر ساس در آشپزی کلاسیک فرانسوی. این سس اسپانیول کاربردهای زیادی داره برای انواع و اقسام غذاهای گوشتی و حتی برای ریختن روی سیب زمینی تنوری و یک سری غذاها، پیش غذاهای دیگر، کنار غذاهای دیگری هم که درست میشه با سیب زمینی، مثل پوره سیب زمینی روستایی یا پوره سیب زمینی کنتینانتال که اینها رو هم قبلا تقدیمتون کردم، مورد مصرف داره. خیلی از دوستان که معتقدن که فقط ما ایرانی‌ها هستیم که 5 ساعت تو آشپزخونه وای میسیم و آشپزی میکنیم که یک وعده غذا درست بکنیم، با دیدن این ویدیو متوجه خواهند شد که خیر، اینطور نیست. حتما ملیت‌های دیگری هم هستن، شاید رکورددار فرانسوی‌ها باشن در آشپزی کلاسیکشون. پایه اول ایجاد سس اسپانیول تهیه بران استاک هست یا استاک قهوه‌ای که اساساً از استخوان قلم درست میشه که خود اون یه پروسه حداقل 30 ساعته زمان میبره تا آماده بشه و در حالت بهتر حدود 48 ساعت زمان میبره. این برانستاک رو از قبل ما آماده کردیم. ویدیوی تهیه این رو هم من جداگانه خدمتتون تقدیم کردم، لینک به اون هم در دیسکریپشن هست. کار زمانبریه ولی منظور این نیست که 48 ساعت بعد بیستید سر قابلمه و هم بزنید. قسمت هایی که نیاز به انجام کار داره خیلی کار سنگینی نمیبره. خب دوستان عزیز، بریم حالا سر وقت تبدیل این برانستاک عالی که درست کردیم به سس اسپانیول. همونطور که هنگام درست کردن برانستاک خدمتون توضیح دادم که میغ پواچی هست، دیگه الان تکرار نمی کنم عرایزم رو که اونجا خدمتون تقدیم کردم. با وجود اینکه در تهیه برانستاک از یه میغ پوا استفاده کردیم، ولی الان مجدداً یه میغ پوای دیگه بعد درست بکنیم برای سس اسپانیولمون، با این تفاوت که اینو قشنگ کاراملایز میکنیم و رنگشو تیره تر میکنیم. تفاوت ماجرا اینه. اینجا هم باز به حدود 100 گرم پیاز نگینی احتیاج داریم و با همون نسبت های طلایی، نسبت 2 قسمت پیاز، 1 قسمت کرفس و 1 قسمت هویج. منتها من هویجی که استفاده کردم در تهیه برانستاکم هویج شیرینی بود و من احتیاطاً به همین خاطر الان به میخپوهایی که میخوام دوباره درست بکنم برای سس اسپانیول دیگه هویج اضافه نمی کنم. فقط با پیاز شروع میکنم و در حدود 50 گرم هم کرفس. پیازتون رو نگینی بکنید، کرفس رو هم نگینی بکنید 50 گرم کرفس رو، حالا 50 گرم اگر بشه 70 گرم طوری نمیشه، یه ذره بیشتر بشه، و بقیه مراحل رو من پایگاز خدمتتون توضیح میدم. دوستان عزیز، این مقادیر رو خواهش میکنم که سعی بکنید که رعایت بفرمایید. با 50 گرم کره شروع میکنیم. عزیزان رژیمی لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ بکنید. این سس برای 15-20 نفر کافیه. این یه ذره کره اتفاق فاجعه باری براتون ایجاد نمیکنه.
حتما به این نکته توجه بفرمایید که اندازه ظرفی که میخواید استفاده بکنید حداقل 4 لیتر جا داشته باشه که راحت بتونید باش کار بکنید و کفش سنگین باشه. با یه استیل سنگین بعد این کار رو انجام بدیم که هم کاراملایزیشنتون درست انجام بشه، هم سوستون ته نگیره، هم بتونید راحت اینو هم بزنید و بلند بکنید. اگر میخواید از قابلمه تفلون و نمیدونم روحی و اینو استفاده بکنید، این کار رو انجام ندید، خیلی بهتر هست. این کره رو بذارید آب بشه. کره که خوب آب شد و شروع کرد اینطور به جوشیدن، قبل از اینکه رنگش برگرده پیاز نگینیمون رو اضافه میکنیم. بلافاصله اینو یه هم میزنیم که همه جای پیاز به دما برسه و قطعات نگینی پیاز از هم جدا بشن و شعله رو به کمتر از متوسط کاهش میدیم. ما این تایم سرخ کردنمون مجموعاً حدود 20 دقیقه خواهد بود. پس از 10 دقیقه کرفس ها رو بهش اضافه میکنیم. دوستان عزیز، با گذشت 10 دقیقه 50 گرم کرفس نگینی هم اضافه میکنیم. روی دمای خیلی ملایم داریم این کار انجام میدیم و 10 دقیقه دیگه هم ادامه میدیم. هر 2-3 دقیقه یه بار اینو هم بزنید. فقط خیلی دقت بفرمایید، خواهش میکنم که دماتون اونقدر نباشه که کرتون بسوزه. اگه کرتون بسوزه دیگه کار رو باید دوباره از اول شروع بکنید. هر چیز اینجا هست بریزید در سطل زباله، قابلمه رو بشورید و روز از نو، روزی از نو. خب عزیزان، رأس 20 دقیقه ملاحظه میفرمایید که طلایی شده پیازهای ما، ولی با توجه به اینکه با تأخیر کرفس رو ریختیم، کرفسامون نمیخوایم به اون اندازه رنگ بگیرن. در این مرحله 50 گرم آرد سفید معمولی، آرد آل پرپس، آرد شیرینی پزی، هر آردی که دارید، فقط آرد تازه باشه، آردی نباشه که یک سال مونده باشه توی کمدتون و بوی بدی گرفته باشه. بلا فاصله دما رو کم بکنید. الان نزدیک به حداقل دما، چون کف این تابه خودش الان داغ هست، این آرد رو به هم بزنید. یه چیزی حدود 15 دقیقه لازم هست که الان دیگه اینجا تشریف داشته باشید پای بالا سر قابلمه و اینو مرتباً به هم بزنید و مواظب باشید که نسوزه. ببینید، این کاری که ما الان انجام دادیم، ترکیب مقدار مساوی کره و آرد، چیزی رو درست میکنه که به اصطلاح در آشپزی فرانسوی بهش میگن قو. این قو، حالا بیشتر خدمتتون عرض خواهم کرد که چه کاری انجام میده. این کار یه بایندر رو داره انجام میده این آرد الان، که چربی رو بایند میکنه. علاوه بر این که باعث قوام گرفتن و غلظت سس میشه، چربی معلق در سس رو هم کنترل میکنه. برای سس اسپانیول که رنگ قهوه‌ای رنگ مد نظرمون هست، این قورو به اندازه‌ای توی حرارت ملایم سرخ میکنیم که رنگش یکم تیره بشه. برای سس بشامل قویی که درست میکنیم، در همین اندازه سرخ کردن براش کافی هست. مطمئنن چند نفر از دوستان عزیز سوال خواهند کرد که آیا به جای کره میتونیم از روغن زیتون یا روغن آووکادو یا روغن نمیدونم سبوس برنج یا چیزهای دیگر استفاده بکنیم؟ و پاسخ قطعا خیر هست. ببینید، این سس با کره درست میشه. قو باید برای این سس و سس بشامل با کره درست بشه. این یک سس شناسنامه دار کلاسیک فرانسوی هست. شما اگه میخواید سس اسپانیول درست بکنید، بعد این کار رو انجام بدید. دوستان مجددا به شعله توجه بفرمایید. الان که اغلب کره جذب شده و قو اینجا شکل گرفته، دمای زیاد باعث
سوختن کف قابلمه خواهد شد. پس اینو با حداقل دما انجام بدید. الان 5 دقیقه گذشته، 10 دقیقه دیگه هم به همین ترتیب اینو مرتب هر مثلا 1 دقیقه یه بار اینا تمش بزنید که به طور یک نواخت رنگ بگیره و کف این نسوزه. خب عزیزان، رأس 15 دقیقه هست، یعنی 14 دقیقه هست که گذشته، هم ملاحظه می‌فرمایید که اگر تا اینجا به این نتیجه رسیده بودید و موفق شده بودید که قو و کره و چیزی نسوزه و یک دست و زیبا رنگ قهوه‌ای بگیره، به خودتون تبریک بگید. در این مرحله یه ذره شعله رو بیشتر بکنید و با احتیاط تمام یه مقدار اینو قهوه‌ای ترش میکنیم. خب عزیزان، این رنگ قهوه‌ای مورد نظر ماست برای قو و میخپوا. شروع میکنیم به اضافه کردن استاک قهوه‌ای. یه مقدار کمی بریزید. و الان دیگه بعد از یه ویسک یا یه مخلوط کن بالونی استفاده بفرمایید. خب میبینید که چقدر قشنگ و یک دست شد. همین الان استاکتون باید سرد باشه، یعنی داغ نباشه، حالا حد اکثر دمای اتاق باشه. اگر مایع داغ به قو اضافه بکنید که داغ هست، نتیجهش میشه شکل گرفتن گلوله ها و گلوله شدن آرد و نابود شدن قو و مصیبت خیلی زیادی خواهید داشت که بتونید این سس رو یک دست بکنید. خب چیز بعدی که الان باید اضافه بکنیم پوره گوجه فرنگی هست. 50 گرم پوره گوجه فرنگی. هر یک قاشق غذاخوری اینجوری تا کله پر این خودش 25-6 گرمه. پس دو تا از اینا میریزیم این تو. از رب گوجه فرنگی نمیتوانید استفاده بفرمایید، حتما بعد از پوره گوجه فرنگی استفاده بفرمایید یا کنسرو گوجه فرنگی پوسکنده رو توی غذاساز تبدیل به پوره بکنید، یا اگه میخواید از گوجه فرنگی تازه استفاده بکنید برای انجام این کار و الان دما رو زیاد بکنید که دیگه این به جوش بیاد بعد از اینکه سوس یک دست شد این کار رو بکنید. الان با خیال راحت میتونید دما رو زیاد بکنید و کم کم به تدریج همه استاک رو اضافه بکنید. عزیزان غلظت این سس رو الان مشاهده بفرمایید که هنوز نمیشه بهش گفت سس. این به یه غلظت مانند مثلا شربت سرفه مانند برسه در حین اینکه داغه. نباید خیلی سفت و غلیظ بشه و حد اکثر شما این سس رو میتونید که یک سوم ریدیوس بکنید، یعنی یک سوم آب اینو تبخیر بکنید، دو سومش باقی بمونه. اگر ریداکشنی بیشتر از 1/3 یا 30% انجام بدید، اتفاقی که میفته اینه که این سس آن استیبل میشه، قو در واقع شروع میکنه به پس دادن چربی، یعنی دچار بریک داون میشه و اون عمل بایندینگ چربی اضافه توی استاک رو هم نمیتونه انجام بده و سستون آب و چربیش از هم جدا میشه
مخصوصا شاید موقع سرو کردن این اتفاق خیلی تشدید هم بشه. خب ببینید، سس شروع کرده به جوشیدن، یعنی داره شروع میکنه به جوشیدن در مرکز. به تدریج شعله رو کم بکنید، الان به مدیوم کاهش بدین. شروع که به جوشیدن کرد دیگه، یک جوش یک نباختی رو داشتین، به تدریج دما رو کم بکنید تا این فقط خیلی آروم به جوشیدن با در باز ادامه بده. چیزی که بهش میگیم سیمرینگ، یعنی یه جوشیدن خیلی آرام اتفاق بیفته. این حدود یک ساعت الی 90 دقیقه طول خواهد کشید تا اون یک سوم ریداکشنی که ما میخواییم، یعنی تبخیر یک سوم از آب این و رسیدن به غلظت مطلوب اتفاق بیفته. گه به گداری اینو با ویسک بازی همش بزنید به آرامی. این دیگه احتیاج به این نداره که مرتب بالا سرش بیستین اینو هم بزنین. یه دو سه تا ساقه جعفری اضافه میکنیم. کاری که متداول خیلی از شفای خوب فرانسوی انجام میدن این هست که از یه ساشه استفاده میکنن، یه چیزی مثل تی بگ، یه کیسه به اصطلاح توری، ادویه‌جات و سبزیجات رو اون تو میریزن. نوع استنلس استیل این هم هست، یه چیزی شبیه چای صافکن دردار میمونه. مطلقا از آلومینیوم در محیط سس استفاده نکنید، باعث تغییر طعم میشه. ولی نیازی نیست، چون قرار این سس رو دوباره ما صاف بکنیم، پس ما از ساشه استفاده نمی کنیم. جعفری رو همین جوری مستقیما وارد میکنیم و ترجیحاً از تایم یا آویشن تازه استفاده بفرمایید. به میزان نصف قاشق غذاخوری آویشن تازه خرد شده. من چون تایم یا آویشن ندارم، از یک ذره ملاحظه بفرمایید نوک قاشق چایخوری پودر آویشن استفاده میکنم. بیشتر از این هم نریزید، چون هم شکل سس خراب میشه و هم طعم غالب میشه. دوستان عزیز، سسمون به غلظت و قوام لازم رسیده و همطور که دوستان قدیمی میدونند، مهمترین تست صحیح غلظت سس اینه که رد انگشت روی پشت قاشق بمونه. دوستان عزیزی که توجه کردن، حتما یادشونه که این سس تا الان نمک نداشته، یعنی هم خود سس نمک نداشته، این سس اسپانیول ما، هم قبلترش استاکمون نمک نداشته. فقط همون یه ذره نمکی که به سطح استخوانا پاشیدیم همون نمک ما بوده. برای مرتبه نهایی سس رو صاف میکنیم. من مجدداً از یک صافی دابل مش فاین، صافیه یعنی صافی که دو تا توری داره و خیلی نرم هستش، خیلی ریز هست سوراخش، استفاده میکنم. و توجه داشته باشید که اگر قراره در مسابقه آشپزی شرکت بکنید و داورها به تمیزی و صافی سس شما قراره امتیاز بدن، یک تنظیف یا یک چیز کلاث میتونید که داخل این صافیتون بگذارید. خیلی بیشتر طول خواهد کشید تا سستون صاف بشه، از این عبور بکنه، ولی سس صافتری خواهید داشت. ولی من ترجیح میدم که سس ریچ تری داشته باشم، سس غنی تری داشته باشم و نیازی به انجام این کار نمیبینم. ولی اینو فشارش ندید، یعنی این باقی مانده میغپوا و سبزی که اضافه کردیم و اینا رو با زور و فشار از صافی رد نکنید. همینجوری فقط مخلوطش کنید که هر چقدر مایع سس درش هست این رو پس بده. دوستان سس رو بچشید. عطر سس فوق‌العاده شده، قیافش هم خیلی مرتب و میزان هست. با
اجازه دوستان. میوی اکسلان. ارزش این همه زحمت رو واقعا داره. سس اسپانیول، برخی از دوستان شف معتقدن علت اینکه اسمش رو سس اسپانیول گذاشتن شف های چند قرن پیش فرانسه این بود که گوجه فرنگیش از اسپانیا می اومد. این اندازه و مقادیر رو اگر رعایت بکنید و این سلسله مراتب نسبتاً طولانی و نسبتاً دشوار تهیه سس رو رعایت بفرمایید، یک دنیای جدیدی از طعم‌ها رو پیدا خواهید کرد. این مثل معروف که فرانسوی‌ها میگند غذای بدون سس مانند نامه بدون امضاست، منظورشون هر سسی نبوده، منظورشون این چیزهای عجیب غریبی که امروز محبوبیت داره در رستوران‌های ایران عرضه میشه، در ساندویچ‌ها استفاده میشه نبوده. منظورشون پودر تقلبی انبه که با مقدار اسانس شیمیایی انبه و سرکه صنعتی مخلوط میکنن و در فلافل فروشی ها از این استفاده میکنن نبوده. منظور از چنین سوسی یک سوس استادانه است که شاید صدها سال زمان برده تا به یک بلوغ و تکاملی برسه که من و شما اگر امروز میخواستیم از ابتدا شروع بکنیم، کشف بکنیم یک همچین سوسی رو درست بکنیم، یعنی اون پروسه تولید برانستاک رو، رست کردن استخون رو، کجای استخون رو، استفاده از اسید برای استحصال بیشتر کلاژن و تمام این مراحل رو میخواستیم با آزمون و خطا کشف بکنیم، خودتون بشینید چند دقیقه فکر بکنید ببینید که چه مسیر دشواری بود و چقدر بایستی به این هنر علاقمند می بودیم در حد هر کاشفی که چیز بزرگی رو در قرون و عصر در تاریخ بشریت کشف کرده باید واقعا زحمت می کشیدیم و ریاضت می کشیدیم تا به چه نتیجه‌ای برسیم. این هست که خدمتون عرض می کنم که این سس واقعا ارزش همه این زحمات رو داره. سطح آشپزی شما رو، سطح بشقاب غذایی که حالا غذاهای گوشتی، استیک، هر چیزی که با سس اسپانیول سرو بکنید، حتی برای ماهی و غذای دریایی مناسب نیست، سطح بشقابی رو که شما برای پذیرایی از عزیزانتون جلوی اون میگذارید چندین سطح بالاتر خواهد برد و استادی شما رو به مهمانانتون نمایش خواهد داد و همگی لذت خواهند برد و به به و تعریف خواهند کرد از این چیزی که شما تهیه فرمودید. در مرحله بعدی مقداری از این سس رو ما برمی‌داریم، مقداری از اون آب زبانی که پختیم رو با این مخلوط می‌کنیم، کارهای دیگری انجام می‌دیم که در ویدیوی خوراک زبان باز من یک خوراک شگفتی آفرینی رو با سوسی که از این سوس پایه مادر استفاده کردیم برای تهیهش خدمتتون تقدیم خواهم کرد در چند روز آینده پس از انتشار ویدیو. سپاسگزارم که حوصله کردید و همراه ما بودید. من واقعا لذت بردم از طی این سفر گاسترونومی با دوستانی که قدر این هنر رو واقعا میدونن. امیدوارم که همواره سلامت باشید، از لذیذترین خوراک ها تجارب جدید کسب بکنید در کنار عزیزترین دوستانتون. شب و روزتون بخیر. بون اپتیت.